این هفته خبر تو خبر خبر داره براتون از دست و پا زدن خامنه ای برای حفظ بشار، شکست مأموریت یه رئیس لاریجانی برای جلوگیری از صدور قطعنامه و چند تا خیز دیگه عظما که البته هر بار نتیجهش روشن بود. دیکتاتور گردن دراز سوریه رو سرسره سرنگونی داره بیدنده و ترمز سر میخوره. خامنه ای با چنگ و دندون رفت کمکش، ولی تلاش های عظما نگهش که نمیداره هیچ، بیشتر هولش هم میدونه. عظما یک رئیس لاریجانی رو از وسط جنگ و دعوای داخل نظام به عنوان گماشته ویژه فرستاد دورگردی دیپلماتیک برای حفظ بشار. البته ناظران آگاه گفتن تو اگه بیرزن بودی باغچه خودت رو بیر میزدی. تحویلش که نگرفتن هیچ، بعد جورم زدن تو سرش. رئیس مجلس کشورمون در حالی به لبنان آمد که نخست وزیر و رئیس جمهوری این کشور در سفر خارجی به سر میبرن. خبرنگاری از لاریجانی پرسید شما روزی به لبنان آمده اید که رئیس جمهور و نخست وزیر در کشور حضور ندارد، آیا شما حامل پیام فوری برای لبنانی ها هستید؟ پیام خیلی فوری نیست، ولی یه رایزنی هایی با دوستان در لبنان هست. تو ترکیه کسی از دولت و مجلس نرفت استقبالش، غیر از یک مقام محلی بقیه استقبال کننده ها فقط نفرات سفارت آخوندی بودن که اگه اونام نمی اومدن کسی نبود از فرودگاه ببرتش. تلاش خامنه ای فقط به چرخوندن لاریجانی تو منطقه محدود نمی شد، تیویریش رو هم به کار گرفت تا با تمام اعتبار ارضی و سماویش ثابت کنه که تو سوریه هیچ خبری نیست و مثلا تو حلب مردم از صبح تا شب دعاگوی بشار گردن دراز هم. جنب و جوش مردم برای خرید شیرینی یکیش همینه، با این چهار تا جک و جونور. کت قهوه‌ایه که قیافش به میت ها میخوره نقش میت رو هم بازی کرد و تو برنامه تقریبا کاری نکرد جز پیک زدن که بفهمن زنده است. کارشناس رسانه‌های غرب آسیا رو ببینیم چه کاره بوده. من خودم پارسال همین موقع ها بود که از این طریق اومدم و وارد سوریه شدم و این مسیر رو اومدم حلب، بعد حلب اومدم تا دمشق و ادامه مسیرم رو دادم. عجب مسیری، چه کارشناس رسانه‌ای که پارسال وسط هیروبیر درگیری‌های سوریه توی مناطق میگشته. تازه این که چیزی نیست، برو بعدی، ایشون خبرنگار هستن. سوریه الان یه دولتی داره، یه حکومت مرکزی داره که مستقره، یک ارتشی داره که داره از کشورش دفاع میکنه. این واقعیتیه که تو سوریه هست. این واقعیت رو از بالا، از توی هلیکوپتر ارتش بشار اسد میشه دید. در واقع این هلیکوپتر یه هلیکوپتر ترابریه ارتش سوریه هست که به این تصاویری که می‌بینید همون منطقه حلب به سمت نوبل هستش و هلیکوپتر داره به اون سمت میره. تعداد زیادی، تعداد بیشماری فایل‌های موبایلی و دوربین‌های غیر حرفه‌ای وجود داره از هلیکوپترهایی که دارن توی آسمان پرواز می‌کنن و شبکه‌های العربی و الجزیره دارن اینا رو پخش می‌کنن به صورت مدام. هر روز می‌بینید هم هواپیما هم هلیکوپتر. ارتش داره مردم رو با هلیکوپتر میکشه. اینجوری نیست. این هلیکوپتر داره غذا میبره، دارو میبره و زخمی برمیگرده. صبر کن. هلیکوپتر که غذا میبره، لابد اینم کفگیره. اصلا هلیکوپتر جنگی نیست. این هلیکوپتر داره غذا میبره و دارو میبره و زخمی برمیگرده. اون مسلسلی هم که میبینید مسلسل قوله چیزا گیرینوفه، مسلسل کلاشه، یه چیزیه که سوار کردن روش. آقای خبرنگار میشه یه کمی بیشتر در مورد تحقیقات خبرنگاری توضیح بدی؟ بیشتر از 100 تا از این تروریست‌ها رو گرفته بودن، اسلحه‌شون گرفته بودن، دستا رو بسته بودن و اینا رو به یه وضع خیلی جالبی ریخته بودن توی اینا رو روهم ریخته بودن توی اتوبوس. یک وضع کمدی تراژیکی ایجاد شد.
یعنی این تصاویر شاهدیه بر حمایت دولت سوریه و ارتش سوریه و دلسوزی اینا نسبت به همه شهروندانی که دارن من جمله شیعیان. ولی با همه این دلسوزی ها به سبک عظما، شمارش معکوس بشار برای شرکت در یک فیلم کمدی تراژیک به نام سرنگونی گردن دراز شروع شده. هی بشار اسد حری، ای که بد دراز شری، باز با صاحبت بری میندازیم بیرون. این هفته کلن هفته بزبیاری سرس لاریجانی بود. رأس اولی داشت تو منطقه دنبال یه آدم میگشت که تحویلش بگیره. دومی دعوا با احمدی نژاد رو ادامه میداد. رأس سوم رو که فرستاده بودن سازمان ملل جلوی تصویب قطعنامه رو بگیره، داشت کفگرگی دریافت میکرد. لابد خودشون معتقدن جامعه جهانی رو یه گام دیگه به سمت ترکیدن قطعنامه دون پیش بردن. فقط معلوم نیست بغض لاریجانی چرا زودتر از قطعنامه دون خارجی ها ترکید. کنفرانس مطبوعاتی گذاشت، گفت احمد شهید نماینده ویژه مسخره است. ناظران گفتن راست میگی، اون مسخره است. یکی تو جدی هستی، یکی این کارشناسه که آوردین جواب احمد شهید رو بده. و یک فرد شما از مزدور رو به عنوان گزارشگر تعیین کردن که رفته و یک سری به قول ما سندسازی کرده جمهوری اسلامی ایران از در سیستم حکومتی و مردمی. آیا واقعا بدترین سیستم در دنیا داره که اینقدر متعرضش میشن یا نه حکومت های بدتری هم هست؟ تو نظام همش هم دروغ نمیگن. قرائتی و رقص میمو یه جوره، یه میمو هم برقصه نگاش میکنه. از گاهی وقتا میبینی راز بقا از من بهتره. راز بقا فقط بهتر از قرائتی نیست، بهتر از همه جک و جونوراییه که ولشو میکنن جلوی دوربین. این بابا مدافع طرح چشمانداز خامنه‌ایه که قرار مسئولیت عقب ماندگی‌های نظام رو لای چند تا کلمه انگلیسی ساندویچ کنه و بندازه گردن مردم. این بزرگترین یعنی دومین سند جمهوری اسلامی بعد از قانون اساسیه که مقام معظم رهبری ابلاغ کرده. شأنش از جهت عرف و شرع در حدی هست که هر کسی احساس تکلیف بکنه در جهت تحققش. پس بنابراین اگر شما یک کسی شد معاون وزیر، یک کسی شد وزیر، یک کسی شد وکیل، ولی فرق بین ویژن و ویو رو تشخیص نداد، وقتی ما میگیم ویژن اون فکر میکنه داریم ویو رو حرف میزنیم، خودش شما چه انتظاری دارید؟ غربی ها میگن it is a book، اونطوری انگلیسی رو یاد سواد رو یاد میگیرن، ما میگیم بابا نان داد. ببین نگاه چقدر متفاوته. یعنی از همه اول بچه ما به جایی که به سمت کارآفرینی و خودکفایی برسه به سمت وابستگی. خب این اتفاق به تو آموزش پرورش بیفته. آیا کارتونی، آیا برنامه کودکی، چیزی بر اساس چشمانداز طراحی شده؟ اغلب علاقمندان به طنز با آخوند حائری آشنا هستند. مثل باقی آخوندهای خمینی صفت بعد از اینکه انسانیت رو تلیت کرده و حیا رو قورت داده، کلمه نمیدونم را فراموش کرده. نمونه حادی از بیماری خود متخصص بینی آخوندی در هر زمینه که فکرشو بکنی. نظام جم کسانی که سربازن افسر مربوطه بهش میگه عقب گرد، سینه پاشو میگیره بالا، پاشنشو رو زمین میگیره 180 درجه میگرده این عقب گرد. تکاوری در نیروهای نظامی وقتی میخوان کماندو یا نیروهای زبده درست کنن، عبوری که میخوان به اینا میدن، عبور از موانع میدن، هم برای سرباز صفر رو اسمال میدنه. و بحث علمی با قاطعیتی در حد انشتن و هاوکینز ولی با سوادی زیر اول راهنمایی. چجور تو سفینه فضایی در بین کره زمین و ماه که قرار میگیره حالت بی‌وزنیست به خاطر که این دوتا سیاره میکشدش به سوی خودش، اونجا دیگه هرچی هر جا بذارید همونجاست. بله چی نمیفته؟ بله معلق میمونه، همیشه معلقه. این هفته تو تیبریز جنگولک بازی های معمول و آخوند بازی های معمول سر جاشون بودن. مباحث من مباحث اخلاقه،
آقا نیش بزنه، خانم نیش بزنه، فرق نمیکنه، نیش نیشه. خلاصه خانم یه نیشی زد. عاشق رجبلی هم شاید 100 متر جلوتر بود. آسیب شناسی اینه دیگه. روشو کرد به این خانم، گفت خانم همه زیارتت عبادتت ریخت. علاوه بر این تیویریش پر شده بود از تبلیغات برای هفته بسیج و تلاش میکرد در برابر ریزش بسیجی ها نقش قطره بینی رو بازی کنه. فیلم های سینمایی جنگی بسیجیشون که دست به قلعه عقابا و توپهای ناوارون رو از پشت بسته بود. اما دلم میخواست یه بار دیگه برای آخرین بار این صورت پر امید تو رو ببینم. ببین بسیجی ها چقدر بدبختن که چهره پر امیدشون اینه. تای جاده خندق وقت 300 نفر دستاشو بردن بالا. یه خاطرگوی بسیجی هم پخش کردن که تا آخرش معلوم نشد طرف داره کمدی ایستاده اجرا میکنه یا میخواد گریه بندازه. جدی جدی داره میخنده یا گریه میکنه. چیه با اینا قوم خیشی تو داری حالا بر میکنی؟ نشست تنها کمپوتی که بهش داده بودن سهمیه کمپوتشن. چقدر زندگی قشنگ داشتنه. از کلش در میاد با هم که تارو بسیر عراقی میکنه. سردو قدر بخونه. تیویریش یک دسته گل بدجورم به آب داد، طبق معمول در زمینه تقلب و عوض کردن تابلو. و اما رقابت‌های فشرده بخش مشنگستان. اولین شرکت کننده حجت الاسلام والیوم 5. این دو جمله رو من فقط با عنایت خدا، با توفیق پروردگار حدود 5 سال توضیح دادم. 5 سال؟ برای خودش یه فوق لیسانسه. خب چه بحثیه؟ یه نفر 1000 سال خدا بناس عمر بهش بده و به ما یقین شده که 2 دقیقه مونده به مردنش، سر 1000 سالگیش یه ظلم مرتکب میشه، ولی الان 20 سالش. آیا ما به اعتبار 80 سال دیگه میشه به این آدم الان بگیم ظالم؟ میگن بله میشه. شرکت کننده بعدی مشنگستان بز کوهی حوزه ها که صبح زود جمعه بالای کوه تو سرما و زیر بارونم ملت رو ول نمی کنه. حتی یادمه که از شیر گرفتنم یادمه تا حدودی. حالا چی شد؟ عنایت خود آقا بود. در اون زمان ما یادمون موند 2 سالگی بود، 10 تا بچه بودیم، به هر 10 تا تقریبا، حالا شاید اون آخری کم آورده باشه نمیدونم، اما 9 تاشو خلاصه. و اما از هر چه بگذری سخن دوست خوشتر است. با هم یک تفسیر سنگین کارشناسی از اشعار شیخ اجل سعدی شیراز رو ببینیم. میخوام سرای کتاب سعدی رو معنی کنم. خب من میخونم تو معنی کن. به حدیث در نیایی که لبت شکر نریزد. بگو. میگه یعنی که دل در نیاد که شکر بریزه تلفن و کس و اینا. آفرین. ز پی تو هیچ مرغی نپرد که پر نریزد. میگه هی مرغی نپری که پرش بریزی فرش و اینا. آها. هوشیار کسی باید که از عشق بپرهیزد. میگه یکی باید از عشق بپره. آفرین. گر سیل عقاب آید شوریده نیندیشد. میگه یعنی شوریده نداشته اینجوری بزیزن که دهن شور باشه دهنشون. عشق لب شیرینت بس شور برانگیزد. میگه عشق لب شور که لب شور شده باید بریم بشوریم با شیر آب. آفرین. ابر چشمانم اگر قطره چنین خواهد ریخت.
دیگه ابری که سفید شد آتش بارون روز ازش برف میریزه. آفرین. بخون. چه کسی که هیچ کس را به تو بر نظر باشد؟ یه هیچکی از تو بر نظر نباشد. آفرین به تو. یعنی همه رو دوست دارم. گر ایستاد حریفی اسیر عشق بماند. یعنی میگه که کتاب تعریف کن ببین توی شراش چی هست، معنی هست. درخت قنچه برآورد و بلبلان مستند. میگه درخت افتاد و قنچه در کرد. آفرین. جهان جوان شد و یاران به عیش بنشستند. میگه جوان جوان شد و به عیش نشستند، کادو باز کردند.